بسم الله الرحمن الرحیم. دوم چیزی که ایمان را از عمل صالح دور می‌سازد شهوات است. شهوات خواهشات نفسانی. درست است، ایمان، انسان مسلمان است، ایمان داره، باور داره، به تمام معتقدات باور داره، ایمان خلل ناپذیر داره، ولی شهواتش سرش غلبه کرده، شهواتش سرش حمله آور شده، زیر تهاجم فکری دشمنای خدا قرار گرفته، زیر تهاجم دشمنای پیامبر قرار گرفته، زیر تهاجم فکری دشمنای قرآن و سنت رسول الله قرار گرفته. از همین جهت است که ای آدم شهوات سرش غلبه کرده، میره و به سوی انحراف، میره و به سوی گمراهی. مثلا به صورت مثال عرض میکنم، یک اولاد مسلمان، یک کسی که مسلمان زاده هست، هم پدرش هم مادرش فرزند صالح در اجتماع مسلمان تولد شده، در اجتماع مسلمان نشو نمو یافته و به سوی جوانی در حرکت جوان شده. امروزی که ما میبینیم در این عصر و تاریخ ما، در موبایل های ما چیزهای بنام چپ و مموری وجود داره. بنده خدا، فرزند مسلمان، اولاد پاک تینت با ایمان و با سعادت، یک اولاد مسلمان این چپ میموریش باید از قرآن، از احادیث رسول خدا، از گفتارهای علمای عصر و تاریخ و از چیزهایی که فکر وعظ و پند و نصیحت را به انسان تجدید میکنه، باید مملو از قرآن و سنت و این چیزها بوده باشد. اما بجای این که چپ میموری فرزند مسلمان از این چیزها مملو باشد، از خرافات مملوس، از دخترای هندی و آمریکایی و فرانسوی مملوس، از بچه های بنام فلم و هنرمند، یعنی فاسدان تاریخ، مفسدان عصر و زانیان عصر تاریخ، چپ و ماموریش مملو است. ایره باید تعویض کرد، ایره باید شستشو کرد. نباید در جیب بنده خدا و اولاد مسلمان چنین چپی وجود داشته باشد. یک جمعه دیگرم عرض کردم، در یکی از مکاتب مدیر مکتب میآید، صنف بسته میکنه، تمام بچه هایی که موبایل داشتن او را میکشه سر میز، بره یک یک کلش کنترل میکنه که همه خرافات است، همه خرافات است و همه چیزهای ندیدنی و همه چیزهای باور نکردنی و نشنیدنی. این از کجاست؟ این را به ما پیامبر نیاورده، خدا نیاورده، او پدر و مادر هم نیاورده، دشمنای خدا و پیامبر آورده. آره، دشمنای خدا به تو وسیله میدن، وسائل میدن، ولی تو استفادهش تعویض کو، راه استفادهش عوض کو. او به تو چاقو میده که آدم بکش، تو به او چاقو آدم نکش، بلکه یک چیز مفیدی بر اجتماع تیار بکن. او به تو میموری میده تا که منحرف شوی، تو میموری را استفاده کن تا بنده نیک خدا باشی، از تلاوت قرای معظم، از تقاریر درست علمای عصر تاریخ و امثالهم مبنو و مشهود بساز، تا اینکه هم خدا راضی، هم زندگی در زیر تواصل بالحق و تواصل بالصبر این قرار بگیرد. حالا یک باز سرگرمی دیگر، ستاره افغان، تهاجم فکری دیگر بر حریم جوانان مسلمان باز در حرکت است، باز در حرکت است، باز در حرکت است. و حکومت هم، دولت هم در این راستا گوشه های خود را پنبه زده و در غفلت قرار گرفته، نمیتونه که از چنین مفاسد جلوگیری کنه، از چنین مفاسد. برای خدا شما ببینین، و شما 5000 نفر که جمع میشه به خاطر ستاره افغان در یک کشور اسلامی، در مرز کشور، در پایتخت کشور اسلامی، که این کشور 1.5 میلیون شهید در همین عصر تاریخ به خاطر رضای خدا حفظ ننگ و ناموس داره. کجا ننگ، کجا ناموس؟ و اون را مقایسه بکن. آیا در خور شأن یک حکومت اسلامی، یک دولت اسلامی، یک جامعه اسلامی همین چیز هست؟ و شما بیاین، هر کس مسلمان، برادر مسلمانی که می آید به یک کشور رنج دیده، به یک کشوری که قلبش مملو از آلام است، روح و جسدش مؤلم شده، تکه تکه و پرچه پرچه شده، ستاره افغان کدام درد ما را دوامه؟
آیا ستاره افغان شرم نیست، عیب نیست که در اونجا در اطراف و اکناف مملکت روزی 20 شهید ما داریم؟ روزی 20 شهید با بالای خون شهدا رقص میکنیم، آواز میخوانیم. اگر تو آوازخوان کل دنیا برایی، آیا آخرت ما را خوب میکنی یا دنیای ما را؟ کدامش را خوب خواهد کردی؟ این یک گمراهی است، این انحطاط فکری است که این جوانای مسلمان را با آورده های قرآن محمد رسول الله در قضاد و تج میاند. اگر شما مسلمان از جمع حاضر، ما شما را سوگند به خدا میدم در این برنامه اشتراک نکنید، نه به واسطه ی رای، نه به واسطه ی رای و موبایل، واسطه ی رای، نه به واسطه ی رفتن حضور فیزیکی تان. حیفتان نکرده حد اقل ساعت ها که در اونجا با عیش و عشرت و ناروایی و فسق و فجور، چیزی تعبیری دیگری در اسلام وجود نداره. هر کسی که میکنه در خط شیطان قرار داره، در خط خدا و قرآن قسم است که قرار نداره. پس بناهن ببینید در همین روزا در عید قربان 100 نفر شهید در میمنه دادیم و اینجا دول و سرنه رقص شد سر خونی از او، ای به ما دول و سرنا و رقص جور میکنه که ما ستاره افغان میدونیم. او ستاره افغان نیست، ستاره افغان او است که دریشی پوشیده سلاح گرفته از ما و تو حفاظت میکنه. ستاره افغان او است که به خاطر حفظ ننگ و ناموس خون خود را در راه تقویه امنیت کشور و در راه رفاه و صلاح این کشور ریخته. ستاره افغان اوست که براه خدا خدمت بکنه. این است ستاره افغان. این تعبیر تعبیر نادرست است، بلکه مفسدین افغان، مفسدین و منحرفین و حتی زندقه های در اونجا وجود دارد که حتی به باورهای اسلامی ایمان ندارد. اونها جمع شدن توسط یهود و نصارا، عرض کردم 5000 نفر، خرج و مخارج و مصارفش از کجا میشه و این چقدر دلار هزینه میگیره؟ این چرا مصرف به یک جای دیگری نمیشه؟ چرا؟ این سوال از حکومت باید شود. اگر بگویم بین به خانواده شهدا، چرا امی بزرگوار و امی خائن تاریخی که این مصرف میپردازه، چرا به وزارت مهاجرین شهدا امیره نمیده تا اولادای شهدا گرسنه نمانند، تا اولادای مهاجرین گرسنه، چرا نمیده؟